در بخش اول میپرسیم ایران و طالبان سر چه مذاکره میکنند و در بخش دوم برنامه در سالگرد اعتراضات دی 96 میپرسیم این اعتراضات چه تأثیری بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران داشته. سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. ایران تایید کرده که هیئتی از طالبان در تهران بودند و با عباس عراقچی معاون وزارت خارجه مذاکره کردند. طالبان هم گفتند بعد از به گفته آنها اتمام اشغال به دنبال ارتباط با کشورهای منطقه هستند. ایران بعد از کشتار دیپلمات‌هایش توسط طالبان با آنها روابط سردی داشت، حتی گفته شد با آمریکا در جنگ علیه طالبان همکاری داشته. اما در سالهای اخیر بعضی مقام‌های افغانستان می‌گویند که ایران طالبان را کمک می‌کند. در این برنامه می‌پرسیم ایران و طالبان از هم چه می‌خواهند؟ در کابل دو مهمان داریم، وحید مژده و فضل رحمان اوریا، هر دو تحلیلگران مسائل افغانستان هستند. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای مژده، به نظر شما طالبان از ایران چه میخواد و برای چی این مذاکرات صورت گرفته؟ قبل از اینکه به این مسئله بپردازم، اجازه میخواهیم که خیلی کوتاه یک نظر در رابطه با روابط ایران و افغانستان بعد از انقلاب اسلامی ایران داشته باشیم. زمانی که در ایران انقلاب اسلامی و پیروزی رسید، در افغانستان تازه جنگ افغانستان علیه حکومت کمونیستی آغاز شده بود. در این زمان ایران با مجاهدین کمک کرد و نزدیک بود با مجاهدین، اما جنگ ایران و عراق 8 سال ایران از صحنه افغانستان دور نگه داشت. 8 سال بعد که ایران برگشت، متوجه شد که در صحنه افغانستان گروه‌های عرب، مسلح عرب، حالا میداندار بخشی مهم از ناامنی‌های افغانستان هستند. همان بود که البته ایران با حکومت دکتر نجیب الله هم نزدیک شد در اون زمان، اما در بعد از اینکه حکومت دکتر نجیب الله سرنگون شد، در رابطه با حکومت مجاهدین ایران نگران ای بود که یک دولت سنی، یک حکومت سنی بنیادگرا در مرزهایشان میتونه سبب ایجاد مشکل در داخل ایران شود. همان بود که در جنگهای داخلی افغانستان هم ایران نقش داشت و با بعضی از گروه ها کمک کرد در زمان. اما بعدن که طالبان ظهور کردن، ایران متوجه شد که یک گروه بنیادگراتر از مجاهدین در صحنه میخوان بیاین. اینجا بود که با حکومت مجاهدین برخلاف گذشته نزدیک شد و کمک کرد در جنگ علیه طالبان، که شما اشاره کردین به کشته شدن دیپلمات های ایرانی در عکس العمل به این مسئله در مزار شریف و جریانات بعد. اما در رابطه با طالبان هم، ایران که درگیر جنگ با طالبان بود، زمانی که آمریکایی ها بعد از 11 سپتامبر خواست حمله به افغانستان را داشتن، میبینیم که ایران همکاری کرد با، یعنی مقامات ایران حالا اعتراف میکنن که اینا همکاری کردن، چنانچه آقای احمدی نژاد هم به این مسئله اشاره کرد که ما همکاری کردیم. و بعد از همکاری، در این وقتی که حکومت طالبان سرنگون شد، از او به بعد مسئله، زمانی که مسئله داعش در افغانستان پیش آمد، باز هم ایران متوجه میشه که گروه تندروتر از طالبان، یعنی داعش در افغانستان ممکن است روی کار بیاید. در اینجا هست که با طالبان نزدیک میشه و خواست اصلی ایران از طالبان، البته در کنار مسئله داعش، رقابت های هم هست که با کشورهای منطقه داره، مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی، که میخوان حالا به مسئله افغانستان نزدیک شوند. نگرانی از حضور داعش و کمک های پنهان و پیدایی که به گروه میشه، اینا همه مسائلی هست که سبب میشه ایران به طالبان نزدیک شوند. آقای اوریا، طالبان از ایران چه میخواد؟ آقای مژده توضیح دادن که ایران احتمالاً چه خواسته هایی ممکن داشته باشه، طالبان چه میخواد؟ تشکر. سلام بر شما، به بینندگان عزیزتان و به جناب محترم مژده. اگر اجازه تان باشه، سوال شما را با یک مقدمه کوچک پاسخ میگویم. در افغانستان 18 سال پروسه وجود داشت به نام پروسه بن، و در این 18 سال بازیگران منطقوی و بازیگران بین المللی در این میدان، در میدان افغانستان به نام پروسه بن با هم رقابت میکردن و مبارزه میکردن. و این پروسه بن به نحوی از آنها ایالات متحده آمریکا مدیریت کرده بود،
و امریکا امتیازات بزرگی به ایران قائل شده بود و در طول 18 سال در میدان رقابت های افغانستان ایران به حیث یکی از بازیگرها جایگاه شامخ و بلند بالای داشتن. حال که امریکا پروسه جدیدی را به نام پروسه صلح آغاز کرده و قرار است که به پروسه بن آیسته آیسته نقطه پایان گذاشتانده شوه و بعداً بازیگرای منطقوی و بازیگرای بین‌المللی در افغانستان به نام پروسه صلح و یا تحت نام پروسه صلح با هم رقابت خواهد کرد، در اینجا جایگاه ایران ضعیف هست و آیسته آیسته به حاشیه رانده میشه. او امتیازات قبلی را که امریکا برشان در پروسه بن داده بود در پروسه صلح نمیده. ایران آیسته آیسته به حاشیه رانده میشه و جای از او را پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و برخی از کشورهای دیگر پر خواهد کرد. پس ایران میفهمه که آیسته آیسته جایگاه قبلی خود از دست میده، حال تلاش میکنه چطور میتونه در پروسه جدید جایگاه بلند بالای خود حفظ بکنه. همین جا هست که ایران دو چانس طلایی را از دست داده. من بعد دروازه های امریکا بروش بسته هست، دروازه امارات متحده عربی و عربستان سعودی برویشان بسته است. اینا تلاش میکنه دروازه کابل، اسلام آباد و طالبان را دقل باب بکنه و تلاش میکنه در پروسه صلح که در بیانیه طالبان به اشاره شده که بعد از اشغال بحث صورت گرفته، یعنی در زمان صلح سر جایگاه ایران در میدان بازی افغانستان صحبت شده. و طالبان حاضره که چه سه طریق، یعنی طالبان حاضره در این راستا چی به ایران بده؟ بله، حال عرض میکنیم خدمت شما. پس ایران تلاش میکنه که از طریق اسلام آباد، کابل و طالبان در پروسه صلح جایگاه بلند داشته باشه، مگر این ممکن نخواهد بود. اما تا جایی که با طالبان ارتباط میگیره، طالبان هم امتیاز به دست میاره وقتی که با ایران دعوت میشه و جهان وانمود میسازه، برای افغانستان وانمود میسازه که یگانه نیروی مطرح و سرنوشت ساز برای افغانستان هست و جایگاه شامخ ملی و بین المللی داره. اما تا جایی که با طالبان ارتباط میگیره که چی امتیازاتی را میتونه برای ایران قائل شوه و ایره قبلا طالبان گفته که با همه کشورهای منطقه به خصوص با کشورهای همسایه بر بنیاد منافع ملی روابط دوستانه خواهد داشت. بر این بنیاد گفته میتونیم که جایگاه ایران در تحولات بعدی افغانستان که به نام پروسه صلح صورت میگیره حاشیه‌ای خواهد بود. صحیح. حالا ما در مورد دعواهای منطقه‌ای و این قضایای جایگاه ایران بیشتر صحبت می‌کنیم، اما آقای مژده، دولت افغانستان رو طالبان کاملاً پس زده. در تازه‌ترین دوره مذاکرات که آقای خلیلزاد برگزار کرده با طالبان، یک گروه از دولت افغانستان، از حکومت افغانستان اونجا بودن، طالبان حتی حاضر نشدن با اونا حرف بزنن. واکنش دولت افغانستان چه است که طالبان دوره میفته با تمام کشورهای همسایه افغانستان به این شکل مذاکره می‌کنه ولی با دولت افغانستان و حکومت افغانستان حاضر نیست مذاکره بکنه؟ واکنش اونها مثلا به دولت دوستی مثل دولت ایران چه هست که اونها با طالبان مذاکره میکنه؟ دولت افغانستان به هر حال از جانب امریکا در این مذاکرات، یعنی نمایندگی دولت افغانستان امریکایی ها دارن. صحیح. به خاطر که خب به هر حال دولت هر چی باشه حمایت امریکا را داره و امریکایی ها کار نخواهند کرد که این دولت یعنی موقفش در اینجا تضعیف شود. اما مسئله ای است که ایران با توجه به تحولات اخیر و حرکت هایی که آقای خلیلزاد انجام داده، همونطوری که آقای اوریا هم اشاره کردن، از این پروسه صلح افغانستان کنار گذاشته شده، در حالی که ایران لااقل 930 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان داره، در حالی که امارات متحده عربی بیش از 1000 کیلومتر از افغانستان فاصله داره و همین قسم عربستان سعودی بیش از 2000 کیلومتر. با این مسئله خب معلوم است که ایران باید نگران باشه از اینکه در افغانستان چی میگذره. در صحبت هایی که دبیر شورای امنیت ایران در افغانستان داشت، به این مسئله کاملا به روشنی اشاره شد و او گفت که ما در مورد
داعش در افغانستان و یکی داعش در افغانستان روز به روز قوت میگیره و از سوریه قرار است داعش به افغانستان منتقل شود، ما نگران هستیم. اینا نگرانی هایی است که واقعا هم وجود دارد، زیرا در اول آگوست همین سال گذشت سال 2018 در شمال افغانستان بیش از 200 تن بیش از 100 تن از افراد داعش توسط چرخبالهای دولت افغانستان نجات داده شدن از چنگ طالبان و اینا هیچ کدام محاکمه هم نشدن و اینا همه سوال هایی است که به هر حال ایرانی ها دارن و نگرانی های بجایی است که نه تنها ایران بلکه فدراسیون روسیه هم در رابطه داره. صحیح. با توجه به حرف هایی که شما آقایون هر دو مطرح کردین، یک نتیجه گیری من دارم مطرح میکنم، اگر اشتباه هست شما بفرمایید. آقای ریا، آیا اینطور به نظر میرسه که یک تقسیم بندی داریم الان بین داعش و طالبان و کشورهای منطقه که هر کدوم یکی از این گروه ها رو به نوعی دارن زیر بال و پر خودشون میگیرن و ایران داره سعی میکنه اگر که قرار هست با یک گروه در داخل افغانستان، یک گروهی که قلب گروه قدرتمندی هم هست، وارد مذاکره بشه، اون گروه طالبان باشه مثلا، اینطوره؟ بله، داعش فعلا یک نیروی تاثیرگذار نیست. داعش فعلا جنگی که طالبا علیه دولت و امریکایی میکنه از این خلا استفاده کرده، تقریبا به یک نیروی تبدیل شده، اما یک نیروی تاثیرگذار نیست. اما با ایران باید چند واقعیت بپذیره. یک، حضور طالبا را بعد از حضور امریکا در افغانستان بپذیره و خلاف گذشته حاکمیت طالبا را باید و منافع ملی افغانستان را باید احترام بگذاره. دوم، حضور فعال و گسترده عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کشورهای متحد از او را در افغانستان باید تحمل بکنه. و سه، ای را باید بپذیره که پروسه صلح مدیریت امریکا است و پروسه جنگ و صلح و اقتصاد بعدی افغانستان هم امریکا مدیریت میکنه. احیانا اگر ایران پروسه صلح افغانستان نادیده بگیره و علیش قرار بگیره، در این حالت عربستان سعودی با متحدینش با یک جنگ نیابتی با استقبال بسیار گرم در افغانستان وارد جنگ علیه ایران خواهد شد. بر این بنیاد ایران نباید از داعش در افغانستان حراس داشته باشه و نباید از جایگاه خود در مراحل بعدی حراس داشته باشه. ما فکر میکنیم طالبا با هیچ شکل علیه ایران قرار نخواهد گرفت. صحیح. و امریکا هم مجبور هستند که در افغانستان سیستم سیاسی را ایجاد بکنه که به نحوی از آنها منافع تمام بازیگرا را قسم تامین بکنه که برای افغانستان ثبات و یک حاکمیت ملی که انعکاس دهنده منافع مردم افغانستان باشه ترسیم بکنه. شما از این بایدها و نبایدها صحبت میکنید، اما ایران با آمریکا دچار یک معضل عمده هست. همونطور که هم شما اشاره کردید، آمریکا داره سعی میکنه در کل منطقه به نوعی حضور و تأثیر ایران رو کم بکنه، هم در غرب ایران هم در شرق ایران در افغانستان. آیا فکر میکنید آمریکا آماده هست که به ایران اونچه که در افغانستان میخواد رو بده؟ آیا ایران میتونه اونچه که میخواد رو در خلال این مذاکرات بگیره؟ ایران میخواهد جایگاه قبلی خود در افغانستان حفظ بکنه که قطعا نمیتونه و او را کاملا از دست داده. آمریکا و متحدینش با هیچ شکل حاضر نیستند امتیازات قبلی که در میدان افغانستان به ایران داده بود او را دوباره برشان بته. بر این بنیاد عربستان امریکا تلاش خواهد کرد که ایران به حاشیه روان بکنه و در حاشیه حفظش کنه. به نفع ایران خواهد بود که در حاشیه هم قناعت بکنه و در حاشیه باید حضور داشته باشه تا هم منافع مردم افغانستان تامین شوه و هم منافع ایران تامین شده باشه. آقای مجد، آقای اوریا میگن ایران حاشیه جاشه، باید در حاشیه بمونه. آیا فکر میکنید ایران حاضر به پذیرش چنین نقشی هست، اینکه در حاشیه اتفاقات افغانستان بیسته؟ من میخوام ازتون خواهش بکنم که اینجا به بحث قطر هم اشاره بکنید. به نظر میاد که ایران و قطر بسیار از قبل به هم نزدیکتر هستند در به هر حال تحولات منطقه‌ای، و قطر رو نمیشه فراموش کرد وقتی بحث طالبان و به هر حال مذاکرات با طالبان مطرح میشه.
ما اجازه میخوایم که با صحبت های جناب آقای اوریا زیاد موافق نباشم، به خاطر اینکه عربستان سعودی فعلا در داخل افغانستان گروهی را که واقعا از عربستان به خصوص حمایت بکنن و به خاطر عربستان حاضر به جنگ باشن، چنین گروهی را من نمیبینم و گفته میشه که البته عربستان از داعش حمایت میکنه و تنها گزینه همین خواهد بود، اگر درست فهمیده باشم منظور آقای اوریا را. اما امی مسئله موجب شده که طالبان به ایران نزدیک شوند یا ایران به طالبان نزدیک شود. مسئله قطر که شما اشاره کردین، قطر به هر حال با عربستان سعودی مشکل داره و با طالبان نزدیک است، اما این اشتباه است اگر ما فکر کنیم که عربستان سعودی امو روابطی را که در سالهای مثلا 2000 در سال 1996 با طالبان داشت، امو روابط با طالبان حالا داره، به خاطر که طالبان اگر او روابط با قطر می داشتن، با عربستان سعودی می داشتن، دفتر در قطر تأسیس نمی کردن. به خاطر این مسئله بود که ملا محمد عمر قطر را ترجیح داد نسبت به عربستان سعودی، به خاطر که عربستان سعودی بعد از سال 2001 با طالبان دشمنی کرده بود، افراد طالبان را که در سعودی بودن همه را زندانی کرد، بعضی از آنها تا 11 سال 12 سال در زندان باقی ماندند. بنابراین اون روابطی که در گذشته بود میان عربستان سعودی و طالبان نیست. طالبان باید گروه دیگی را در داخل افغانستان باید برای خود پیدا کنند که چنین چیز چنین گزینه فعلا در افغانستان اونا ندارن و زیاد امیدوار هستن که اگر بتونن با طالبان کنار بیاین که طالبان چنین کاری را نخواهند کرد. طالبان بارها گفتن که ما در افغانستان نمیخوایم که از افغانستان خطر متوجه کشورهای همسایه و منطقه شود. یعنی فکر میکنید طالبان حاضر به ایران رو به اون شما فکر میکنید که آیا طالبان حاضره که ایران رو در اون جایگاه قرار بده؟ آیا ایران میتونه چنین نقشی رو برای طالبان ایفا بکنه که مثلا در دهه 90 عربستان ایفا میکرده؟ نزدیک بودن با ایران، طالبان فکر میکنن که به هر حال در یک حد معین به نفعشان خواهد بود، به خاطر که اونا را از فشار پاکستان هم نجات خواهد داد. در این حال طالبان در صدد این هستند که با کشورهای دیگه هم رابطه برقرار کنند. آقای مجاشم، من باید سوالم رو تکرار بکنم. من اشارم به این نیست که ایران باید چه بکنه یا چه به نفعش هست در فضای سیاسی کنونی در افغانستان. بحث من این به واقعیات برمیگرده. آیا ایران با طالبان چنین رابطه‌ای داشته در گذشته و آیا امکان ادامه یک رابطه به عنوان یک نیروی تاثیرگذار در افغانستان رو با طالبان داره یا نه؟ بدون تردید. ببینید شما، ما هم بر روی واقعیت ها صحبت میکنیم. اختر محمد منصور رهبر طالبان زمانی که از ایران برمیگشت در بلوچستان پاکستان هدف درون قرار گرفت و در اونجا کشته شد. آقای اختر محمد منصور که یک ماه در ایران گذرانده بود و برگشته بود برای پیکنیک که نرفته بود، خب حتما رابطه بوده بین ایران و طالبان. و حالا ایران نمیخواد که رابطه را منکر شود و میگه که ما با طالبان رابطه داریم و به خصوص به این خاطر این حرف میزنه تا به عربستان سعودی و دیگران را نقششان و جایگاهشان را تضعیف بکنه که ما تا زمانی که نخواهیم در افغانستان صلح نخواهد آمد، ما با طالبان ارتباط نزدیکتر داریم نسبت به عربستان سعودی. و واقعیت هم همین است که نه عربستان سعودی و نه هم امارات متحده عربی جز پول چیز دیگه ندارن و بنابراین احتمالی که اونا بتونن جای ایران در افغانستان بگیرن یا در جنگ های نیابتی افغانستان، این کار به نظر من خیلی دشوار است. آقای اوریا اتفاقا اشاره خوبی کردن، برای اینکه همین چند وقت پیش صحبت شد در مورد حضور طالبان در عربستان سعودی و مذاکره با مقامات عربستان، طالبان این رو تکذیب کردن، گفتن چنین اتفاقی نیفتاده. آیا واقعا عربستان میتونه تلاش بکنه و جایگاهی نزدیک مثلا به جایگاه همسایگان اصلی افغانستان مثل پاکستان یا ایران رو در این فضا بگیره؟ با زودی شما میشنوین که عربستان سعودی در زمان صلح در بازسازی افغانستان نقش بسزای ایپا خواهد کرد و هیچ کشوری نمیتونه در نقش بازسازی افغانستان به اندازه سعودی نقش ایپا بکنه و همچنین امارات متحده عربی و قطر. قطر اگر با عربستان سعودی اختلاف داره، مگر دوست استراتژیک ایالات متحده امریکاست و بر بنیاد این دوستی منافع خود در اینجا حفظ خواهد کرد. افغانستان در 40 سال جنگ کاملا ویران شده و به یک مخروبه تبدیل شده و این با یک بازسازی همه جانبه و عمیق ضرورت داره. همین جهت است که کشورهای حاشیه خلیج پارس در بازسازی افغانستان
نقش تعیین کننده بازی میکنه و ایران نمیتونه چنین نقشی داشته باشه به خاطر که خودشان مشکلات اقتصادی همه جانبه داره. در این هیچ شک نیست که طالبان و ایران با هم روابط داره، مگر این روابط به این معنی نیستن که برای فردا طالبان به حد منافع ایران در نظر بگیره که منافع ملی افغانها زیر پا شوه. بر این بنیاد طالبان با در نظر داشت منافع ملی افغانستان روابط با ایران حفظ خواهد کرد. متشکرم از شما. ایران نمیتونه در بازسازی افغانستان نقشی را بازی بکنه. ممنونم فضل الرحمن اوریا و وحید مجده، متشکرم که در این بحث شرکت کردید. متاسفم وقت برنامه کم بود. سال پیش در دی ماه ایران ملتهب بود. در بیش از 100 شهر اعتراضاتی برپا شد که نظیرش در سالهای بعد از انقلاب دیده نشده بود. در هفته‌های بعد از آن هم اعتراضات پراکنده ادامه پیدا کرد. در واقع ماه هاست که در ایران کمتر روزی می‌گذرد بدون آنکه تجمعی اعتراضی از طرف کارگران، معلمان، کشاورزان و بعضاً مالباختگان برگزار نشود. امروز نگاهی می‌کنیم به تأثیری که تظاهرات دی ماه 96 بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران داشت. برای این بخش دو مهمان داریم. عباس ولی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استانبول از همین شهر با ماست، و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی از واشنگتن. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. اول من در آغاز میخوام از شما یک سوال بکنم آقای قاضیان. به نظر شما یا این تظاهرات رو میشه ادامه دار خون با توجه به اون چه که ظرف یک سال گذشته دیدیم؟ اعتراضات قطع نشده، به اون شکل هم نبوده. اگر صرف ادامه تظاهرات یا اعتراضات رو در خیابان در نظر بگیریم، به نظر میرسه بله، نوعی تداوم رو مشاهده میکنیم، ولی ممکنه تداوم مضمونی رو لزوما نتونیم اینجا ببینیم. به این مفهوم که تظاهرات یا اعتراضاتی که در دی ماه سال گذشته اتفاق افتاد، مضمون اقتصاد سیاسی پررنگ تری داشت تا اعتراضاتی که در این فاصله، در فاصله یک سال اخیر شاهدش هستیم. برخی از این اعتراضات صرفا جنبه صنفی داشته، بعضی از اونها صنفی و سیاسی بودن و برخی هم البته صرفا سیاسی بودن، ولی اون اعتراضات تا حد زیادی با اینکه مضامین پراکنده‌ای داشت، ولی یک مضمون مرکزی که در بیشتر جاها میشد ملاحظه کرد در واقع مضمون اقتصاد سیاسی بود، به این مفهوم که در مورد نحوه تخصیص منابع چه در کشور چه در خارج کشور مورد اعتراض بود و اون ربط داده میشد به شیوه حکومتگری حکومت، و در این حال که موضوعات با اقتصاد پیوند خورد. بنابراین تداوم این اعتراضات رو که شکل متناوب و گسسته داره، از یک طرف پخش بودن و منتشر بودنش از لحاظ جغرافیایی، انبوه نبودن جمعیت به میزان انتظاری که در مقایسه با نارضایتی ها وجود داره، و آمد به میدان آمدن گروهی از مردم که تا به حال کمتر سابقه داشت که در شکل سیاسی اعتراض بکنن، مثل بازنشستگان یا کشاورزان، اینها مجموع موارد تفاوت این وقایع در طول این یک سال و شباهت هاش بوده. اشاره کردید به در واقع دلیل اصلی اعتراضات که به نظر میاد وضع اقتصادی و معیشتی هست. آقای ولی، مقایسه شدن این اعتراضات به اعتراضات دیگری که با همین در واقع دلایل در بقیه کشورها بودن، مثلا اعتراضات جلیقه زردها، و تشابه‌ها و نقاط تفاوتی هم وجود داره. آیا شما به این مقایسه پایبند هستید؟ فکر می‌کنید که میشه اونچه که در ایران گذشت رو با تظاهرات مثلا جلیقه زردها در فرانسه مقایسه کرد؟ نه، به نظر من وجوه تشابه هست ولی وجوه تفارق بسیار بیشتر هست. در ایران به نظر من بعد از دی ماه اگر این تظاهرات به صورت پراکنده و گسیخته بوده جای تعجب نیست، غیر از اینم نمیتونست باشه. چرا؟ برای اینکه این حرکت ها نه یک گفتمان واحد تونستن در این مورد بسازن و بتونن دیماندهای خودشون و تقاضاهای خودشون رو در این گفتمان متولبر بکنن، وجود نداره. اپوزیشن هم در این مورد مقصر هست بسیار زیاد. دوم اینکه این تظاهرات هیچ وقت یک هویت همگون و مشترک نداشتن،
وقتی هویت مشترک نباشه و هویت همگون نباشه، به نظر من نباید انتظار داشته باشیم که این تظاهرات و اعتراضات در سطح بسیار وسیع پخش بشه و همگونی و همگامی مشترک داشته باشه. بحث این هستش که بسیاری معتقدن که این مشکلات مشترکی هست، عدم مدیریت صحیح، مشکلات اقتصادی. آماج این مشکلات به نظر من و به نظر افراد دیگه که از جهت خاص این مسئله رو میبینن این هستش که این آماج اینها حکومت هستش. حکومت که دستگاه اجرایی هستش، نه خواستگاه قدرت، نه مکانیزم های تبدیل قدرت به سلطه را در اختیار داره. منظورتون دولت هست؟ بله، به نظر من تا وقتی که یعنی این هویت در پروسه تقابل و یک نوع چالش قدرت به وجود خواهد اومد، وقتی که محمل و هدف اساسی این تظاهرات از سیستم اجرایی به خاستگاه قدرت و مکانیزم‌های تبدیل قدرت به سلطه در ایران منتقل بشه، اون وقت باید منتظر بشیم که باید انتظار داشته باشیم که یک هویت مشترک سیاسی در اینجا شکل بگیره. آقای ولی از این جهت یه مقدار میخوام روی این قضیه تاکید بکنم، با توجه به اینکه بسیار از شعارها چنین تفارقی رو تصور نمی کرد، یعنی شما میشنیدید شعار برای اولین بار شعار مثلا اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، بسیاری از کسانی که در خیابان هستن خیلی براشون فرق نمی کنه که اون بالا الان دقیقاً چه کسی دلیل این مشکلاتشون هست، خیلی مشکلاتشون رو میخوان حل بشه، فرق نمی کنه که حالا چه کسی مسئولش هست، همه حکومت رو مسئول میبینن، دولت رو با مثلا سپاه یا مثلا دفتر آقای خامنه‌ای تفاوتی نمیگذارن. نه، به نظر من اینطوری نیست. اگه دیگه نگاه بکنید، از وقتی این تظاهرات شروع شده یکی از موثرترین و شاید گویاترین منتقدین خود دستگاه اجرایی، میگم دستگاه اجرایی نمیگم دولت، دستگاه اجرایی خود چیز هستش، یعنی نهادها و مجموعه های و نهادهایی هستن که زیر مجموعه رهبری هستن. همین امروز ببینید چه بانگی سر دادن سر اینکه اقتصاد ایران در سال آینده 5.5 منفی خواهد بود رشدش. اونها هستن که این طور وقتی که همچین چیزی هستش یک آشفتگی هست در اینکه آیا هدف غایی، هدف اصلی این حملات چه. علاوه بر این نباید انتظار داشت در وهله اول وقتی که همچین تظاهراتی شروع میشه و حالت صنفی و حالت تظاهرات شخصی داره به نظر من و گروهی شخصی داره، عملا هدف سیاسی مشخصی را هم دنبال بکنه. در اینجا من به این اشاره میکنم که ما به مراحلی داریم نزدیک میشیم که عدم وجود یک سازمان سیاسی، یک سازمان سیاسی گفتمان اساسی و مشترک سیاسی درست کنه که بتونه این نارضایتی ها را درش متبلور و مجسم بکنه وجود نداره. بنابراین آلترناتیو برای انتظار داشته. بله اینطور هست. آقای قاضیان، آیا شما هم نظرتون همین هست؟ آیا فکر میکنید که برای اون کسانی که اعتراض دارن، چه اعتراض صنفی هست چه بیشتر جلوتر میره و اعتراضات سیاسی میشه، آیا اونها فرقی قائل هستند بین بخش‌های مختلف قدرت و حکومت در ایران یا نه برای اونها فرقی نداره؟ ببینید، مسئله اینجاست که گروه‌های سیاسی و البته حکومت در پی تملک واقعیت هستن، یعنی در پی این هستن که اون چیزی رو که در خیابون میگذره از آن خودشون بکنن، تصویری یا تفسیری از موضوع به دست بدن که اون رو مطابق کنه با اون چه که اونها میخوان یا مایل هستن که باشه. در اینجا هم همین اتفاق افتاده در مورد سوال شما، یعنی مثلا همین موردی که شما اشاره کردید، اصلاح طلب اصولگرا تموم ماجرا. من تقریبا در اون دوران دیما بیش از 500 اندی ویدیو نگاه کردم و تنها در دو تا از اونها، یکی دانشگاه تهران، یکی در بندرعباس در شب،
این شعار داده شده بود با تعداد بسیار محدودی. ولی ببین اون گروه هایی که میخوان تملک کنن این رو، مثلا با اصلاح طلب و اصولگراها یا با کل حکومت مخالفن، بیان میکنن که مردم معتقدن که کار اصلاح طلب و اصولگرا تموم شده و اونا باید برن کنار، گروه های دیگری بیان و بیانگر موضوعات و مشکلات باشن. اما این در واقع تملک اون اتفاقی است که توی صحنه رخ داده و عوض کردن اون بر اساس تفسیر جدیدی که ازش داده میشه، با اون واقعیت توی خیابون ارتباط نداره. نه تنها به این دلیل که تعداد این شعار و افراد شعار دهنده این موضوع اندک هستن، بلکه دلیل مهمترش اینه که پژوهش‌های مختلف نشون داد اساساً مردم خودشون در این قالب‌ها تعریف نمی‌کنن. یعنی کمتر از 50% مردم اصولا خودشون اصلاح طلب یا اصول گرا میدونن، فقط کمی بیش از به اصطلاح نیمی از مردم شاید خودشون رو توی این قالب ها تعریف کنن، اونم تازه وقتی باش مواجه میشن، نه اینکه در زندگی عادیشون خودشون رو اصلاح طلب یا اصول گرا بدونن، مثل کشورهایی که سنت های دموکراتیک حزبی دارن و افراد هویت حزبی دارن. بنابراین اونها اصلا خودشون در این مقولات نمیدونن. حتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری دور قبلی، عده‌ای از مردم به گمان اینکه آقای رئیسی اصلاح طلبه بهش رأی دادن و عده‌ای به این دلیل که فکر کردن آقای روحانی اصول گراست بهش رأی دادن. بنابراین اصلا این قالب ها در مورد مردم صادق نیست که ما بخوایم اونا رو در این قالب ها بگنجونیم و بعد بگیم وقتی از این شعارها یا این به اصطلاح قالب ها تبعیت نمی کنن، معلومه که اونا این رو کنار گذاشتن. اون اصلا تو زندگیشون وجود نداشته که بخوایم کنار گذاشتن. هم تو صحبت های شما، هم تو صحبت های آقای ولی یک نکته روشن هست، این که به نظر میاد که این بی سر بودن این اعتراضات، این که یک نیروی منسجم وجود نداره که اینها رو هدایت بکنه، حتی یک شعار منسجم وجود نداره، یک مسئله است. ظرف سال گذشته مدام به طور مداوم از تمام گروه‌های سیاسی که اغلبشون هم خارج از کشور بودند این رو شنیدیم که مثلا همه گروه‌های متعدد برانداز و تحول‌خواه فرق نمی‌کنه که این تظاهرات رو قوه محرکه تغییر در نظام جمهوری اسلامی می‌بینن، تظاهراتی که بوده و اعتراضاتی که ادامه پیدا کرده. اما حتما در داخل هم گروه هایی هستن که نگاهی به بیرون دارن، اما چرا یک ارتباط منطقی و ارگانیک بین اینها برقرار نمیشه؟ آقای ولی نظر شما چیه؟ چرا برقرار نمیشه؟ ببینید، من در اینجا یک بحثی که شد اینی که میخوان واقعیت تملک، یعنی تحت تسلط تصرف بکنه، اینا خب این یک حرف است، ولی به نظر من در این شرایط و در نیم به سال قرن 21 با این تحولات یعنی فکری و اینا بوده، یعنی تصور این که در سیاست ما یک واقعیت طبیعی داریم نیست. هر واقعیتی در سیاست برساخت هستش، امروز ساخته میشه، فردا از نو ساخته میشه، به هم میخوره، یکی اینو میگیره و اون یکی اینو از دست اون میگیره. این وضع اینجوری نیست. به نظر من این که گفتم این تظاهرات چرا اینجوری هستش، به نظر من همونجوری که شما اشاره کردید در مراحل این تظاهرات اینجوری پیش میاد، ولی بعد از مدت این تظاهرات نباید بی سر بمونه. به نظر من در اینجا یک بخشی هم اصلاح طلب و هم اپوزیشن خارج از کشور، همه اینها در مقابل عمل چیزی که اونی که به واقعیت یعنی برساختی که از برایند نیروها در دیماه پیش اومد، در مقابل این مبهوت شدن، در مقابل این چیزی نداشتن برای گفتن بگن. اصلاح طلبان شروع کردن، بعضیاشون رفتن به طرف اصولگرایان، بعضی ها از حکومت نظامی صحبت کردن و همینطور حکومت یعنی اپوزیشن خارجی کشور، اینا هم با یک برداشت به یک تصویر و یک مفهوم مسخ شده از دموکراسی توجه میکنه، اینا مرتب دارن تکرار میکنن بدون اینکه واقعا بدونن یک دموکراسی پویا شرایطش در ایران چی هستش، چه جور چیزی خواهد شد. اگر بخوایم ما یک گفتمان مشترک پیش بیاریم، این گفتمان مشترک باید یک ویژگی خاصی داشته باشه. در عین اینکه روی نکات مشترک این تظاهرات داره و عوامل و محمل های این تظاهرات داره تاکید میکنه، از طرف دیگر باید ایندیویدوالیتی اونا رو حفظ کنه. حالا هیچ کس نمیتونه در ایران بیاد بگه که به نظر من که مثلا زنها که در صدر
جبهه مخالفین هستند این رژیم، مثلا بیان بگن که بیایید در یک گفتمان مشترک تمام مسائل و مشکلات زنان را در اینجا تابع بکنید. نه، یک گفتمان مشترک باید ویژگی ها خصوصیت مسئله زن را در نظر بگیره، به اون اهمیت بده. در این حال یک گفتمان مشترک یک هویت مشترکی باشه که زنها بدون اینکه ویژگی های خودشون را و مبارزات خودشون را از دست بدن، بتونن با اون تفاهم داشته باشن و با اون راه بیاد. این در مورد اقلیت های ملی قومی هم هست، در مورد اقلیت های مذهبی این هست، ولی اپوزیشن ما چسبیده به یک کانسپت بسیار مسخ شده و مجرد دموکراسی و یک نوع مفهوم بسیار مسخ شده از پلورالیزم که فکر میکنه اگر افراد آحاد را بذاریم کنار هم دیگه بگن من اینم، این تقیه، این حمید، این علی فلان، اینا مثلا اینجوری نیست. اگر ما پلورالیزمی نداشته باشیم که بتونه در این حال با توجه به یک مفهوم شهروندی مشترک که بتونه این ویژگی های فردی این گروه ها را هم در خودش در نظر بگنجونه، ما نمیتونیم صحبت از یک آلترناتیو دموکراتیک برای ایران بکنیم. نکته جالبی رو اشاره کردید آقای ولی. ولی بذارید یه مقدار این بحث رو در یک محور خاص ادامه بدیم. با توجه به اینکه این چیزایی که شما گفتید همونطور که گفتید خیلی گسترده است. خیلی خواسته ها گسترده است. گروه های مختلفی هستند در این اعتراضات و تجمعات مختلف. اما مثلا اگر معیشت رو بگیریم که موضوع اصلی، موضوعی که در محور بسیاری از این اعتراضات بوده، و مثلا اصلاح طلبان رو هم بگیریم به عنوان بخشی از نگاه در واقع گروه های چپ حکومت ایران که در زمانی بودند، چرا اونها نتونستن با اینا هماهنگ بشن؟ چطور هست که آقای قاضیان، چرا اصلاح طلبان همونطور که آقای ولی اشاره کردن، بعضی از چهره‌های اصلیشون، بعضی از چهره‌هایی که مثل بهزاد نبوی که آدمی هست که با نگاه چپ شناخته میشه در جمع اصلاح طلبان هم، حتی او حتی محکوم کرد این حضور رو به نوعی کام، نه که محکوم به اون، بسیار اون رو کم جلوه داد و گفت که اینها خیلی مهم نیست. چرا فکر میکنید که اصلاح طلبان به جای اینکه بیان به عنوان یک گروه سیاسی داخل کشور از این فضا برای یک بازگشت دوباره استفاده بکنن، نه تنها این موقعیت رو از دست دادن، خودشون رو در کنار حاکمیت به نوعی قرار دادن؟ پیش از اینکه به این عذر میخوام پیش از اینکه به این سوالتون پاسخ بدم، برگردم به نکته که آقای ولی گفتن در مورد اینکه این تصویرسازی و برساختگرایی همیشه هست. درسته، این مطلب کاملا بجاست، اما باید توجه داشته باشیم که فرق بین تحلیلگر و بازیگر. تحلیلگر کارش اینه که با واقعیات سر و کار داشته باشه، بازیگر کارش اینه که واقعیات رو بسازه، و خب بخشی از ساختن واقعیت دادن تفسیرهایی است از واقعیتی که در خیابون رخ میده به گونه‌ای که اون نیروی سیاسی بتونه اون تملک کنه و استفاده بکنه. اما نباید فراموش کنیم که وقتی ما داریم این واقعیت رو میسازیم که کوچه پایینی دارن آش میدن، این واقعیتی است که ما ساختیم، نه اینکه خودمون باور کنیم. مشکل نیروهای سیاسی اینه که واقعیتی رو که خودشون میسازن و تبدیل میکنن به گفتمان، به عنوان واقعیت میشناسن و خودشون میرن دنبالش، و بعد خب با واقعیت فاصله داره و اون وقت سرشون به سنگ میخوره. برای همین هم است که این نیروها در این حال که در این یک سال اخیر فعال بودن در صحنه، ولی نتونستن چیزی رو در صحنه از آن خودشون بکنن، یعنی بگن که این مال ماست. نه به لحاظ گفتمانی تونستن این کارو بکنن، نه به لحاظ تشکیلاتی و اجرایی در صحنه واقعیت. اما اگه به سوال شما بخوام برگردم، دلیلش خیلی به نظر من روشنه. به این معنی که اصلاحات 76 یا اصلاح طلبان 76 به یک معنی از لحاظ سیاسی فوت کردن. اونا حضور اصلاح طلبانه دیگه ندارن، بخشی از اونها عملا در داخل حکومت جذب شدن، بخشی از اونها خودشون رو بازنشسته کردن، بخشی از اونها در درون خود اصلاح طلبان دیگه جایی ندارن و احساس میکنن که اونها دارن تندروی میکنن و چپروی میکنن. حکومت هم در موقعیتی بوده که تونسته اونها رو منکوب کنه و به اونها اجازه نده. اونها هم برای پیدا کردن موقعیت اندکی برای تداوم حضورشون در درون قلعه حکومت نیاز دارن که از این چپروی ها دست بردارن، و دست برداشتن به همین دلیلی که نمیتونستن با این اوضاع احوال سازگار بشن و کنار بیان. پس گروه های مخالف حکومت ایران در خارج از کشور حق دارن که میگن که اصلاح طلبان هم صدا شدن با حکومت و اونها هم تموم شدن، اونجا که شما میگین اونها هم فوت کردن.
بله، اصلاح طلبان به نظر من از لحاظ گفتمانی فوت کردن، به دلیل اینکه اون چیزی رو که در اون سالها میتونست قوام و دوام بیاره بهش چسبیدن. خب پس با این حساب آلترناتیو از خارج باید بیاد، داخل کشور نمیشه آلترناتیوی تعریف. اینکه باید از کجا بیاد یک مسئله دیگه است. اون باید کار نیروهای سیاسی است که باید بگم ما چیکار باید بکنیم. من دارم در مورد واقعیت صحبت میکنم و تحلیل واقعیت. میخوام بگم که چرا اصلاح طلبان نتونستن یا نمیتونن، دلایلش رو توضیح دادم، ولی باید و نباید به نیروهای سیاسی برمیگرده. منظور من این هستش که به هر حال اگر که این جنبش، این اعتراضات یک سری لازم داره برای اینکه هدایت بشه، آی ولی شما هم وارد این بحث بشید. به نظر شما این آلترناتیو از کجا باید بیاد؟ ظرف سال گذشته خیلی ها رو دیدیم که فعالیتشون رو گسترش دادن. آقای شاهزاده رضا پهلوی کاملا روشن هست که الان دارن فعالیت‌های بیشتری می‌کنن نسبت به سال‌های گذشته، دست کم اینطور به نظر میاد. مجاهدین خلق همینطور. آیا میشه گفت که آلترناتیوی در حال ایجاد و رشد هست ظرف سال گذشته؟ من از جریانات داخلی این حرکات که مال سلطنت طلبا چه مجاهدین به اون شکل اطلاع ندارم، ولی اون چی که من مسلم میدونم، اگر این اپوزیشن هر چقدر هم در خارج فعال باشه و منتظر باشه در ایران یک انفجار درونی صورت بگیره، چه در داخل خود حکومت و چه در جامعه به اون شکل، به نظر من این اشتباه عمده راه به جایی نخواهد برد. سیاست همچنان که گفتن اگر برساخت استش، این هم مسئله هستش که باید برای ساختنش کار کرد. و ما برگردیم به مسئله این اصلاح طلبی و اپوزیشن خارج. ببینید ایران حکومت، یعنی دولت ایران، یعنی ساختار قدرت در ایران از یک بحران بسیار طولانی رنج میگیره. بحران یه پروسه پویا هستش. ما به نظر من از دوره بحران مشروعیت که اصلاح طلبان را آورد به عرصه سیاست و میخواستن مشروعیت رژیم را بازسازی بکنن، از این گذشتیم. ما الان در بحران حاکمیت هستیم. بحرانی هستش که قدرت سیاسی تمام اهرم‌هاش در دست حاکمیت هستش، ولی نمیتونه، یعنی در تبدیل این قدرت سیاسی به یک سلطه کارا عملا در مونده و در حکومت‌های دموکراتیک این سلطه را با قانون می‌سازند. مشروعیت برابر با قانونیت میشه. در ایران مشروعیت با قانونیت از بین رفته، تموم شده و حکومت هم نمیتونه، این عملا نشون داده که نمیتونه این کارایی را، این توان را نداره که با وجود اینکه همه اهرم‌های قدرت را در دست داره، سلطه سیاسی کارا را به در اونجا داشته باشه. فقط و فقط انگیزه سکیوریتی و بیشتر میشه، فقط و فقط اختناق و سرکوب بیشتر خواهد شد. و به نظر من وقتی من میگم ریزش مشروعیت پیدا کرده، به این معناست که ایدئولوژی حاکم قدرت سازماندهیش و قدرت تجهیزش و قدرت تفهیم و اقناعش رو از دست داده تا حد بسیار زیادی. حالا اپوزیشن داخل و خارج باید در این میدان عمل بکنن، نه اینکه منتظر باشن که یک ناجی از اونجا بیاد و با فشاری که با تحریم ها روی ایران میاره و این شرایط را فراهم بکنه. خب بحث دیگه آقای ولی این هست که آیا مسئله این هست، بسیاری میگن که یک حکومت توتالیتری که مثلا حکومت ایران باشه با شرایطی که برای گروه های سیاسی و انجیوها، گروه های اجتماعی ایجاد کرده، فضا رو کاملا به نوعی بسته که امکان شکل‌گیری این گفتمان اصلا وجود نداشته باشه. بنابراین اصلا چطور ممکن هست که از داخل این جماعت چنین چیزی بیرون بیاد؟ نه اینطوری به این. و جنبه دیگرش هم اینه که امید کسایی که فکر میکنن این انفجار از اونجا صورت خواهد گرفت، به نظر من امید بسیار واهی هستش در شرایط، برای اینکه با این سرکوبی که هستش، با این پرابلماتیک سکیوریتی استیت که اینجوری اهمیت پیدا کرده، فاصله بین بخش، یعنی حوزه خصوصی و حوزه عمومی هم تنگتر و تنگتر و تنگتر شده. الان جامعه، به نظر من جامعه مدنی ایران از سال 88 بسیار ضعیف‌تره، توجه میکنی؟ و این نشون میده که برای اینکه
در داخل یعنی یک کاری انجام بگیره یعنی چی صورت بگیره، این نیست که باید به این توجه که این اختناق هست. بله اختناق هست، در دیکتاتوری اختناق هست، این تردیدی نیست، ولی این هم باید به این که مگر فشار از خارج، مناجی خارجی به نظر من نخواهد توانست محلی از اعراب باشه اگر شرایط داخلی به اون شکل لازم از قبل برای نفوذ خارجی و نفوذ نیروهای خارجی ایرانی، حالا چه اقلیت ها و چه مذهبی ها و چه چپی ها و اینا باشن، توجه رو فراهم شده باشه. صحیح. من به طوری ایمپلوژن رژیم از داخل در کوتاه مدت اصلا باور ندارم. آقای قاضی جان نظر شما چی هست؟ من یک آمار و ارقامی رو هم بگذارید اینجا وارد کنم. آقای ولی در مورد اختناق صحبت کردن، وقتی هم که مقایسه میشد اعتراضات ایران با مثلا اعتراضات جلیق زرد ها، خیلی ها به این اشاره کردن. فقط ظرف همون اعتراضات دیماه گذشته خود حکومت گزارش داده که 5,000 نفر رو ظرف یک هفته تنها بازداشت کرده. این اعتراضات 25 کشته داشته. خب حکومت طولانی هم میدونیم که بریده شده. بنابراین شیوهی که حکومت برخورد میکنه با این اعتراضات هم خیلی تاثیر داره در شکل گیری و نوعی که این اعتراضات ارائه میشن از طرف معترضان. به نظر شما اگر که عده زیادی در ایران خواهان تغییر هستند که بیشک هستند و اعتراضات هم به هر حال ادامه داشته، چه راههایی پیش پای حکومت هست و چه راهکارهایی پیش راه اون معترضان هست برای اینکه هر کدوم اون چه که میخوان رو از این فضا بتونن بگیرن؟ اون چه که به حکومت برمیگرده خب مربوط به خودشونه و طبعا اونا نه به حرف من گوش میدن یا به حرف کسانی مثل ما یا مایل هستن گوش بدن، ولی اون چه که به مخالفان یا مردم برمیگرده درک موقعیتی است که توش قرار گرفتن. این که ما میبینیم در این حال که بنا حتی به گزارش های تحقیقی مراکز نزدیک به دولت، بیش از 3/4 مردم از اوضاع و احوال ناراضی هستند در سطوح مختلف. اینکه چرا این به اصطلاح نارضایتی تبدیل به اعتراض نمیشه، یعنی حجم اعتراضاتی که ما در طول این یک سال شاهدش بودیم هیچ تناسبی با اون میزان نارضایتی که در جامعه وجود داره نداره و انتظار داریم عده بیشتری در صحنه حضور داشته باشن. چرا این اعتراضات شکل نمیگیره به اون میزانی که مورد انتظاره؟ یه دلیل خیلی سادهش اینه که گفتمان قوام بخشی برای بسیج مردم وجود نداره. برای اینکه مردم آماده بشن که وارد صحنه بشن و اعتراض نارضایتی خودشون رو به اعتراض تبدیل کنن، باید گفتار قوام بخشی وجود داشته باشه که اونا در ذهن اون گفتمان قادر به بسیج شدن باشن. این گفتمان وجود نداره، نه به دلیل اینکه فقط نیروهای گفتمانساز تا به حال قادر به ایجاد گفتمان نبودن، بلکه تحولات اجتماعی و ارتباطی اساساً ساختن یک گفتمان مسلط و عمومی رو که همه قشرها و گروه‌ها رو به هم وصل کنه دیگه کم کم سخت شده، به دلیل تمرکز زدایی، مرکز زدایی از جهان واقعی و به ویژه جهان ارتباطی و تغییر مصرف فرهنگی مردم. امروزه شما مردم رو میبینید که خودشون تولیدگر رسانه ها هستن. دقیقاً بحث همین هست که رسانه های اجتماعی نقش عمده ایفا میکنن در بسیاری از این تجمع ها و اینکه چطوری مردم مثلا نمیتونید اعتراضات پارسال رو از آمد نیوز جدا بکنید و نقشی که به هر حال میشه گفت اون رسانه داشته، اما چرا این تداوم پیدا نمیکنه؟ اتفاقا این دلیلش نقش دوگانه است که رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جدید به طور کلی دارن بازی میکنن. اونها میتونن به صورت موضعی و محلی افراد را بر بیانگیزن. مثلا در دیماه دیدیم که در بیش از 80 شهر کشور تونستن به صورت کوچیک کوچیک آدم‌ها جمع بشن، اتفاقا با اتکا به همین شیوه جدید ارتباطات. اما اتفاقا همین شیوه جدید ارتباطات چون مصرف فرهنگی رو متفرق میکنه، شما از منابع متفاوتی مصرف میکنین، دیگه قادر به تولید یک گفتمانی یک نواخت و هماهنگساز برای بسیج عمومی نیستید. وقتی بسیج عمومی ممکن هست که اون گفتمان امکان شکل‌گیری داشته باشه و وقتی اون گفتمان امکان پذیر هست،
که وسایل ارتباطی که شما ازش مصرف فرهنگی میکنید و اون گفتمانها رو میشنوید و انتخاب میکنید محدود باشه. چنین حالتی نیست. بنابراین وسایل ارتباط جمعی جدید، خصوصا شبکه‌های اجتماعی، در عین حال که ممکنه بتونن گروه‌های مختلف مردم رو در ابعاد کوچک و خرد و محلی بسیج بکنن، کمون که در این اتفاقات این چند سال اتفاق افتاده، اما قادر نیستن اون گفتمان قوام بخش و وحدت بخشی رو که بسیج عمومی ایجاد میکنن رو تولید کنن. این نقش دوگانه رسانه‌های اجتماعی رو حتما باید بهش توجه داشت. با اون سوال آخر آقای ولی، آقای قاضیان از زیر این سوال در رفتن در مورد حکومت، من میخوام با توجه به کاری که شما روی جنبه‌های مختلف این موضوع برای حکومت ایران در واقع تحقیقی که انجام دادید، من می‌خوام از شما بپرسم که چرا حکومت ایران نمیتونه دیگه اون نقشی رو که مثلا در سال‌های آغازین انقلاب میتونست ایفا بکنه، یه جماعتی رو جمع بکنه زیر یک شعاری و اونها رو پیش ببره، چرا دیگه نمیتونه؟ می‌بینیم که بسیاری از طبقه‌های اجتماعی که پایگاه اجتماعی حکومت ایران بودن در سال‌های گذشته الان به همین معترضان تبدیل شدن، از جایگاه‌های مثلا نماز جمعه که جای گاه ایجاد شده توسط حکومت هست استفاده میکنن برای بیان اعتراضشون. بله، به نظر من این همینی که عرض کردم. ببینید، سلطه سیاسی، قدرت سیاسی ممکنه تا لحظه آخر یعنی زندگی یک حکومت، زیست یک دولت در دستش باقی بمونه، ولی اینکه آیا این اهرم هایی که وجود داره برای اینکه این قدرت سیاسی را تبدیل به سلطه بکنی و بتونی یک نظامی را اداره بکنی، به نظر من این از دست حکومت تا حد زیادی در رفته. یکیش به نظر من ریزش شدید مشروعیت و مشروعیت ایدئولوژیکی این رژیم هستش. دوم به نظر من فساد ساختاری هستش که رابطه بین حکومت و پایگاه توده‌ای حکومت را که بسیار قوی بود در اوایل انقلاب تا حد بسیار زیادی تضعیف کرده و بسیار جهات از بین برده. به نظر من یک نوع سیستم ارباب یعنی ارباب مشتری در داخل حکومت پیش اومده که در اینجا به اصطلاح کالاهای سیاسی و کالاهای اقتصادی با هم رد و بدل میشن، وفاداری سیاسی گرفته میشه و به نظر کالاهای اقتصادی و تمام این جای به اصطلاح ساختار فرمال قدرت را در داخل حکومت و بخش اجرایش گرفته. و از همه اینها مهمتر از نقطه مشروعیت این هستش که قوه قضاییه در ایران دیگر اون نمای خودش و اون ماهیت خودش که به عنوان ساختاری برای اجرای عدالت باشه از دست داده و به بازوی اساسی، یکی از بازوهای اساسی و اهرم‌های اساسی تحکیم و تحکیم اقتدار و قدرت و حفظ قدرت در ایران در اومده. بنابراین میبینید که تمام مکانیزم‌های مشروعیت در اینجا ریزش، که بخصوص مثلا ببینید که هیچ باوری به قوه قضاییه در ایران نمونده. وقتی که میگن رئیس قوه قضاییه هم 67 حساب داره، توجه میکنید اینا، و یا هیچ یعنی مورد فسادی که در ایران برملا شده هیچ وقت انجام، یعنی هیچ نوع به اصطلاح اقدامی در موردش انجام نگرفته. و از طرف دیگه وقتی شما میبینید که نیروهای تولیدی ایران به گفته خود، یعنی تمام سازمانهایی که روی این کار میکنن، نزدیک به 40% در دست نیروی نظامی هستش اینا. خب الان میبینیم که و الان در وضعی در ایران پیش اومده که در سال 88 ما میتونستیم بگیم که در ایران یک نوع مثلث سیاسی، ایدئولوژیک، مالی، پولی و امنیتی و نظامی بود، ولی این مثلث الان زاویه‌هاش بازتر و بازتر و بازتر شده تا به حدی که اون بخش سیاسی ایدئولوژیکش کاملا رفته زیر نفوذ نظامی اداریش، تا چندان که دیگه نمیشه حتی صحبتش امکانی کتاب گفت. این داره پیش میاد. متشکرم از شما عباس ولی و آقای قاضیان. عذر میخوام آقای قاضیان،
خیلی وقتی نداریم، اگه میخواین در 20 ثانیه بفرمایید. خیلی کوتاه خواستم بگم که من از زیر سوال فرار نکردم. من اینجا جامعه شناس هستم و در مورد باید و نباید نمیتونم حرف بزنم، چون جامعه شناسی نمیتونه حرفی در مورد باید و نباید حرف بزنم. من میتونم در مورد علت‌ها یا پیامدهای وقایع حرف بزنم، بنابراین نمیتونم به حکومت‌ها بگم چیکار باید بکنن، نه به اپوزیسیون، نه به اصلاح طلبان، نه به هیچ کس دیگه. حق با شما. سوال من هم البته در مورد این بود که حکومت چه کارهایی ممکن هست، چه گزینه‌هایی داره که. ممنونم به هر حال از شما حسین قاضیان و عباس ولی، متشکرم که در این بحث شرکت کردید. ممنونم از شما که با ما همراه بودید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش.